in front of me. بفرمایید. سلام، از که اینجا این متوجه حضورتون نشدم. شما محو نقش زدن بودین، منم محو تماشای هنر شما. خیلی خوش اومدین. گفتین که برای تکمیل این پرده همراهیتون کنم، منم برای شاگردی خدمت رسیدم. من هنوز خودم شاگردم، ولی بالاخره مایلم بدونم دانشگاه‌های فرنگ چه جور نقاشی رو تربیت می‌کنه. و چه بهتر از این که شما آموخته‌هاتون با من شریک بشین و فارغ از عنوان استاد شاگردی با هم نقاشی کنیم. پس شروع کنیم. پالت اضافه داری؟ بله، الان میارم خدمتتون. سلام عصف. چی شده؟ از دیشب که رفتم تو تختشون بیرون نیومدن. دیگه رفتم که تلفن کنم به مرجع خانم که خدا شما رو برسون. بفرم خودتون منزه کنم. طبیب خبر نکردی؟ قصد کردم آقا، ولی تا ملتفت شدن نمیدونی چه قشقره که بپرم. از اون روزاست که خواق تنگشون با هیچ چی باه نمیشه. آقا دعواشون هم حتی نتونستم نشون بدم. من براش میارم. دو چشم سام سام، مگه دستم بد نرسه پدر سوخته؟ اینقدر گر گر آدم نفرست پشت این دره ساب مرده. باید بلند بشی قربان. ببخشید. من چیزی نمیخورم. خیلی مواظب میخوام، ببخشید. راسته که میگن آدم وقتی پا به سن میذاره خلق و خوی اطفال بر میداره. حوصله تو را هم ندارم سپنتا، اصلا وقت خوبی نیومدی. مثل تیم سار از زاخصای من چوب میزنی. زاخصی های شما نه، کسایی که زاخصی های تیمسار رو چوب میزدن خبر آوردن. بفهم اندیدار خیلی چیزا رو میتونست برای ما روشن کنه. امو جان نباید این فرصت رو از دست میدادیم. خدمت شما. بلخص حالا که میترسه شهابی که زیر دست ماست برگه اشتباهی رو کنه. خبر دارین افتاده به لشکر کشی؟ حالا مگه چه غلطی کرده؟ بعد از اینکه چند شب پیش با سپهبد جهانیان ملاقات میکنه، یه نامه از رئیس نظمیه میرسه دست من. شما که از رفاقت سپهبد با موافق بنده خبر دارید؟ خدمت شما. از حدس و گمان من داره درست عذاب در میاد.
اصلا باید ردش میکردی دمو جان. شما مگه نمیخواییم تکلیف این چیزا روشن بشه؟ میخوام، ولی تمام حرفاش از برنامه منگهی تیم صاحب مرموزتر از اونه که کاری بکنه که بند با آب بده. حرفاشو از برین یا اینکه چی؟ خوف دارین تیم صاحب چیزی بهتون بگه که تردید به دلتون بیفته تا دوباره این دوسیه بسته شه. امو جان اگه چیزی رو هنوز از من پنهون کردید خواهش میکنم بهم بگین. هوا بارد نداره سپنتا، نرسندم به مقامی که حالا یه روز به این جلوم وایسی و قد علم کنی و خط نشونم بدی و راه روشن کنی. میز صندلی که داری از صدقه سری منه. اگر این دوستی هم باز شده به خواسته من بوده نه هیچ کسی دیگه. اگر هم بخوام این دوستی بسته بشه مطمئن باش عقل و کیاست و درایت من بیشتر از تو نباشه، کمتر از تو نیست. پدر روز به منم، نه تو. باشه امو جون، خلقتون رو تنگ نکنید. من نیومدم اینجا دوباره همون حرفای قدیمی رو در مورد روز به بازگو کنم. من اومدم اینجا بهتون بگم که لازمه شما تیمسار رو ببینید. اینم فقط به این خاطر که نمیخوام این دفعه ازش عقب بیفتم. دست تیمسار لای سنگ امو. این بار میدونم چطور تحت فشار قرارش بدم. هیچ چیزی هم جلو دارن نخواهد بود. پس خواهش میکنم به جای بدگمانی همراهیم کنید لطفا. گفتن یه رو گفتم. خوشم اونجا چایتون هم که نخوردی سرد شده. دست در نکن آقا نعمت، برای خانم کلوچه دارچی مرده بیار. چشم، همین الان میارم خدمتشون. تعجب نکردین امروز سر زده اومدم؟ در این خونه همیشه به روی شما بازم. شما بیشتر از در این خونه چشم منو به روی دنیا باز کردین. خیالتون بابت چیزی نگرانه؟ بله، هرچند مشتاق نقاشی این پردم، اما امروز بهونه ای بود که اصلا نمیدونم باید بگم یا نه. اگه چیزی دل واپستون کرده نگفتنش بیشتر پریشونتون میکنه.
حقیقتش اینه که اطرافیانم منو از ناکامی تو این رابطه ترسوندن. جز شما هیچ کس نمیتونه که منو مطمئن کنه آخر این راه شکست و ناکامی نیست. ای کاش این کارو میتونستم بکنم و شما رو از نگرانی در بیارم. منظورتون چیه؟ اون چه از میل و شوق و علاقه که باید در من باشه هست، ولی نمیتونم پیش بینی کنم که آخرش به کجا ختم میشه. شما دختر تیمسار افشاری که براتون آرزوها داره و منم یه نقاش، اما از مکر روزگار میترسم. معلوم نیست بر وفق مراد ما بچرخه. بله میدونم، میدونم راه پیش رو هموار نیست. پس باید از همین الان حواسمون باشه که تو کدوم راه قدم میذاریم. مهم اینه که ما این سختی ها رو تاب بیاریم و به خاطر ترس از ناکامی از این راه رو بر نگردونیم. من نمیترسم، نمیخوام شما رو بترسونم. روزگار منو تو میونه 40 سالگی به اندازه کافی پخته کرده، ولی شما هنوز جوونین و نازک‌دل. ترسم از اینه که این سختی ها شما رو بشکونه. من اون دختر ناز پرورده و ناز موده‌ای که به چشم همه میاد نیستم. درونم برخلاف ظاهرم ماهور دیگه ای. دیدن شما دنیای من عوض کرد. حالا اگه حرفای امروز خیالتون رو آروم تر کرد، میتونیم بریم به نقاشی برسیم. خیلی دلم میخواد اما دستم به کار نمیره. هنوز از چیزی دل واپسم. میترسم با گفتن شمارم دل واپس کنم. هرچی هست بگین، فقط این کلمه میترسم و دیگه به زبان. اگه بفهمین پدرم بلیط های سفرم رو گرفته و همین فردا میخواد راهی میکنه پاریس، بازم همین حرف رو میزنی؟ منزل تیمسار افشار، هوش خدمتتون جناب تعمیر است. قربان. تیمسار جان تعمیر شما هستین؟ فردا بیا دیدن، صبح منتظرتون. الو جان تعمیر است؟ الو چه فیروزه؟ کی بود؟ با من کار داشتم. چطور؟ خیال کردم از ماهور خبری شده، نمیدونم کجا مونده تا این وقت شب. یعنی چی؟
از صبح که رفته تا حالا بر نگشته. به مرجانم تلفن کردم و ازش خبری نداشت. الو تلفن چی؟ مزون مرجان لطفا. چطور الو؟ سلام مادر، من که گفتم خبری بشه خودم بهتون تلفن میکنم. شما نگران نباشین، هر جایی باشه پیداش میشه. باشه، نگران نباشین. یعنی ممکنه کجا رفته باشه؟ میگم نکنه باز گرفتار شده باشه. اگه گرفتار شده بود که خبرش به هم میرسید. سراغش از دوستش گرفتی؟ دوستی نداره به غیر مارینا. اگرم اونجا بود حتما مرجان میفهمید. میدونستم اگه اون بلیتا رو ببینه آروم نمیگیره. کجا دارین میرین؟ میرم دنبالش. نمیتونیم دست رو دست بذاریم. تا الانم همینقدر که به حال خودش رهاش کردین کافیه. بسه، تقصیر خودمه که این همه بهش مجال دادم. عزت و فرستادن بره خونه با بعید نیست رفته باشه پیش دایه. صبر کنیم برسن، شاید باهاش بود. به حرف نوکرایی که حرف ماهورو بیشتر میخونن هیچ اعتباری نیست. با این حال نرو اسد جان، اگه خبر نیورد مرجان با عزت میفرستن بره دنبالش. مرجان؟ اون که از همه بدتره. از کجا معلوم که با ماهور دست به یکی نکرده باشه؟ چطور ممکنه ازش خبر نداشته باشه؟ مرجان ما رو دلواپس نمیذاره. چرا که نه، وقتی بخواد پشت خواهرش در بیاد دیگه در قید دلواپسی من و شما نیست. خودم باید برم دنبالش. از پس یه قزاقونه و یه فوج سرباز زبون نفهم برمیام، از پس اون را که این خونه برنمیام. دلگیر نشو اسد جان، این خونه نه قزاقونه است نه مدرسه نظام. دختره شما سرباز نیستن که تحمل این اول دارم پل دارم رو داشته باشن. صبح نباید با اون تحکم حکم به رفتنش میدادی، بیلیتارم نشونش میدادی. بفرما، اینم از سرکار اهلیه که هر اتفاقی تو این خونه بیفته مثل صد سکندر پشتیبان این دختره هست. اصلا من نمیفهمم چی کارم. سلام قربان، خیر باشی وقت شب. دختر من اینجاست. اینجا بودن ولی خیلی وقت رفتن از اینجا، مگه هنوز نیومدن خونه؟ استاد سلام برسن مرحمت زیاد. خیلی پیش استادت بگو من هنوز لطف ایشون به خاطر دارم و مدیونشم و حاضرم این لطف رو با هر چیزی جبران بکنم به جز. من نمیدونم دختر من به چه مناسبت و دلیل باید به این خون رفت آمد داشته باشه. که ازش میترسیدم سرمون اومد و چه زودم اومد. نعمت؟ بله آقا. کی بود اینجور کلونو به در میکوبید؟ تیمسار بود، اومده بود دنبال دخترش. تیمسار؟ بله آقا. یعنی چه اومده بود دنبال دخترش؟ چی بگم؟ یعنی بیشتر از این حرفی نزد. وایسا ببینم. بله آقا. درست بگو ببینم تیمسار چی گفت؟ اتفاقی افتاده؟ ای آقا میگم زیاد حرف نزد. آقا بعد به دلت را نده، خانم تا حالا خونه نرسیده. خب هر پدری هم جای تیمسار باشه نگران میشه میاد پی دخترش دیگه. هر پدری؟
نه تیم سال که اگه نگران بشه یکی رو میفرسته و خودش بلند نمیشه بیاد. اگه نرفته خونه از کجا رفته؟ تیم سارم همینی میخواست بدونه. خب منم اگه میدونستم اول به اون میگفتم. نعمت یه تلفن کن خونه تیمسار. آقا صلاح نیست. چطور تا چند روز پیش ملامت هم میکردی که هیچ وقت تلفن نمی کنن. حالا چی شده که منم میکنی؟ آقا حتما یه چیزی هست که عبا دارم. رو راست با من حرف بزن نعمت، بگو چی شده. لا اله الا الله. آقا تیمسار راضی نیست ماهور خانم میاد اینجا به دیدن شما. به یه گوشه کنایه اینو به من فهمون که من به گوش شما برسونم. گمونم به جهت عزت احترامی که به شما داره نخواست خودش حرفشو یه راست جلو روتون بزنه. حالا بریم تو یه وقت میچاینا. مارینا، ماری کجایی؟ این بخاری رو زیاد کن، امشب سوز سردی میاد. وای چه خبره، چه هوایی. ای بابا اقلا این تلفن رو جواب بده دیگه. نه مامی جواب ندین. سلام. 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 دختر تو معلومه کجایی؟ تلفن رو چرا جواب نمیدین؟ شاید مرجان باشه. میدونم قبلنم تلفن کرده. قبلنم زنگ زده نگفتیم ماهور اینجاست؟ باباش منده خدا اینقدر دل باپس هر جایی که گمانش میرفت زنگ زد. ای بابا. نه نه آرنو جان خواهش میکنم، من از مارینا خواستم تلفن جواب نده، تقصیر نداره. یعنی چی؟ خب چرا؟ ماهور عمدن میخواد پدر مادرش بی خبر بمونن. قهر. با مرجان هم قهری؟ نه ولی ندونه بهتر. صبر کن ببینم بچه بازی چیه در میاری. نمیخوام تحت فشار بذارمش. مطمئنم اگه الان بفهمه من اینجا چون میخواد هوامو داشته باشه مجبور میشه به پدر مادرم دروغ بگه. از یه طرفم پشتینه نگرانیش رو تماشا کن. ندونه راحت تر. من نمیفهمم آخه مگه چی شده؟ اونا چی کار کردن که باید این عذابو تحمل کنن؟ مامی تیمسار میخواد ماهور برگرده پاریس، نگران دوباره پیش آمده بعدی رخ بده. ماهورم پای رفتن نداره. پس ازشون فرار کردی؟ Thank you.
یقینا تیمسار خیلی دل با پسی که حاضر شده بیاد در خونه من. با حرفایی که اون شب ماری گم شده بود توی تلفن به من زد فهمیدم که اون رشته دوستیشو با خانواده ما به کل بریده. هرچند اون به خاطر دختر من حاضر نشد قدم از قدم برداره، ولی من دلم براش میسوزه چون میدونم الان چه حالیه. منم دلم براش میسوزه. اصلا دلم نمیخواد اذیتشون کنم، ولی اگر الان این در رو باز کنی من راهی سفر میکنم. من بلد نیستم بدی رو با بدی جواب بدم. کاش منو توی این حال روزگار نمیذاشتی. از یه طرف دلم نمیاد تو رو که به من پناه ها بردی برونم، از طرف دیگه نمیتونم تو روی تیمسار نگاه کنم و دروغ بگم. نمیدونم کدومش خیره کدومش شر، اینکه این در رو باز کنم یا بذارم بسته بمونه. سر در نمیارم از مصلحت تو دخترم، ولی اینو میدونم که انصاف نیست پدر مادر بیچاره تو از جای تو بیخبر باشن. اونا اگه حتی یه روزی تصمیمی بگیرن که برخلاف میل تو باشه، چون سرد و گرم روزگار چشیدن، مطمئن باشه که خیر و صلاح تو رو بهتر از تو میدونن. من تحمل غربت رو ندارم، سخت برام، خیلی سخت از اینجا دل بکنم و برم. مارینا خواستم بگم گوشی رو بر نداری. چیکار کنم دیگه؟ حرف بزن. الو سلام خانم افشار، بفرمایید گوشی دستم. ماهور عصر پیش من بود. چیزی بهت نگفت؟ اینکه کجا میره دیگه عقلم به جای قد نمیده، نمیدونم کجا رو باید بگردم. نگران نباشید، ماهور از پس خودش برمیاد، اتفاقی براش نمیفته. در هر صورت ببخشید من مزاحمتون شدم، خداحافظ. نباید گوشی رو ور می‌داشتی. وقتی قرار تیمسار فکر کنه ما خونه نیستیم، ما نباید تلفن رو جواب بدیم. خب ترسیدم شما دوباره ناراحت شید. ماهور مادرت میگفت همه جا رو دنبالت گشتن. دخترم از تو بعیده، حق پدر و مادرت نیست که اینقدر عذاب بکشن. تو که تا ابد نمیتونی این قهر رو ادامه بدی، پس بهتره تا اتفاقی نیفتاده یه کاری بکنی. بیا دخترم، بیا یه تلفن بهشون بزن، از نگرانی درشون بیار. من حال یه مادر بیخبر بیقرار رو خیلی خوب میفهمم. نه صلاح، نه دلم میاد که تو این بازی بچگانه نقشی داشته باشه. ماهور
سلام آقا نمن. تو کجا بودی؟ ببخشید شما رو نگران کردم. مهم نیست، حالت خوبه؟ ای آقا خانم سرد شده. خانم بفرمایید تو. از وقتی پدرتون اومدن پی شما دلم هزار رفت. من عوض میخوام دیگه، طاقتم تاق شده. امروز وقتی سر ماجرای سفر با پدر مادرم بگو مگو کردم، نرفتم خونه که سفر رو به هم بزنم، رفتم خونه یکی از دوستان. پدرم اونجا هم اومد. که اینطور؟ پس یقیناً تا الان شهر رو به خاطر پیدا کردن شما زیر پا گذاشتن. به جز پنهون شدن راه‌های دیگه‌ای هم برای فیصله دادن به این گرفتاری بود؟ خواهش میکنم برگردید خونه. یعنی بدون هیچ مقاومت و مخالفتی به این سفر تن دادم؟ نه، مقصودم این نبود، ولی از راه ناسوابم نمیشه. مقاومت و مخالفتم راه و رسم خودشو داره. امشب برگردید خونه و پدرتون رو از این حال آشفته در بیاریم. توکل به خدا از این ستون به اون ستون فرج. اگه فرجی نشد؟ اگه مجبور به رفتن شدم چی؟ همه بی وقتی این سفر یه طرف، دل کندن یه طرف. من نمیتونم. چه زود شروع شد. راه دشواری که همین امروز صبح صحبتش بود، به بقایه امشب خودمو نمیبخشم، چون که خودمو مسبب این اوضاع احوال میدونم. نه این اصلا تقصیر شما نیست. اگه میخواییم باور کنم همین الان برگردید خونم. هم برام سخت تصمیمم رو عوض کنم، ولی فقط چون شما ازم خواستین قبول میکنم. شما دارین همون کاری رو میکنید که درسته. من شاید، ولی قلبن دلم به برگشتن نیست.
برگشتنی که شاید دیگه هیچ وقت. اگه میگم برین به این معنی نیست که مینو برای منم سخت نیست، فقط غمگین نباشین و به دلتون بد راه ندین. دلتون هم قرص باشه که نه از این راه من برمیگردم نه یار نیمه راه میشم. من خانمو میرسونم خونه.